سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، بیننده برنامه نگاه روز هستین. جمعه هفته قبل در بازی میان تراکتورسازی و نفت تهران در استادیومی در تبریز خبری در دقایق آخر بازی پخش شد که منجر به اعتراض مردم در استادیوم شد. در رابطه با این موضوع کمی با محسن ابراهیمی صحبت میکنیم و به جوانب مختلفش میپردازیم. محسن ابراهیمی، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم تو برنامه‌تون هستم. لطف کنین اول یه توضیحی بدین از کل ماجرایی که اتفاق افتاد جمعه هفته قبل تا بعد به سوالات بپردازیم. در واقع اونجوری که خود اخبار رسانه‌ها دارن منعکس می‌کنن، در عین حال همزمان در تبریز و اصفهان دو بازی به موازات هم داره پیش میره. سپاهان با سایپا از یه طرف و تراکتورسازی تبریز با نفت تهران از طرف دیگه، توی دو منطقه کاملا متفاوت ولی به طور موازی دارم پیش میرم و این بازی ها برای لیگ برتر قهرمانیه که انجام میشه. ظاهرا نتایج بازی در بین سایپا و سپاهان تأثیر میتونست بذاره در اینکه تراکتورسازی و نفت بالاخره به از نقطه نظر لیگ برتر به کجا برسن. بازی داره پیش میره، بازی تقریبا در دقایق آخر دقیقه 87 اونجوری که دارم میگن 3 دقیقه مونده به انتهای بازی که کلن شبکه ارتباطی در خود استادیوم تبریز قطع میشه، از موبایل گرفته تا تلویزیون تا اینترنت تا رادیو، همه چی داره قطع میشه و در این حال که این قطع میشه یه خبری رو گویا از طریق مربی خود تیم فوتبال تراکتورسازی دارن پخش میکنن که گویا سپاهان و سایپا مساوی شدن. این معناش برای تراکتورسازی از لحاظ تکنیکی دیگه اینجا مورد بحث نیست، معناش اینه که دیگه لازم نیست بازی رو ببرن. اونا به 3-3 بودن و سایپا و سپاهان 2-2 ظاهرن بودن و خب بازی رو دستور میده مربی که بازی رو هالد کنن، به اصطلاح مکس بکنن، سعی کنن به تاخیر بندازن، بالاخره وقت تموم شه. چون اگه سپاهان و سایپا 2-2 بود و تراکتورسازی نفت 3-3، اون موقع دیگه تراکتورسازی میشد لیگ، میرفت به اصطلاح لیگ برتر قهرمانی. در حالی که این پخش میشه باشگاه ایران. بله بفرمایید. نه فقط گفتم که قهرمان میشد در لیگ برتر ایران. بله. در حالی که خب مردم شادن، خب اونایی که هزاران نفر تو استادیوم هستن میرزن تو زمین بازی که خب دیگه بردن و به اهدافشون رسیدن، پیروز شدن. درست همین لحظه معلوم میشه که در سپاهان و سایپا گویا سپاهان 2-0 سایپا رو برده، یعنی کل ماجرا دیگه عوض میشه، یعنی اون شادی و اون اصلا پیروزی تبدیل میشه به شکست. و بعد خب جوونا که ریخته بودن به داخل استادیوم داشتن شادی میکردن، یک دفعه متوجه میشن که یه توطئه پشت سر این ماجرا هست و در اصل یه کارهای اون پشت داره انجام میشه. چون ما میدونیم، حالا بعدا صحبت میکنیم، که باندهای مافیایی بزرگی پشت فوتبال فدراسیون فوتبال هست که این کارا رو انجام میدن به دلایل سیاسی. در اصل این شادی تبدیل میشه به اعتراض و شورش و خلاصه هر حمله میکنن مردم با نیروهای انتظامی، درگیری شدیدی پیدا میشه که خیلیا زخمی میشن و خیلی هم دستگیر میشن. بله، قبل از اینکه به مسائلی که شما گفتین، مسائل پشت پرده اتفاقاتی که افتاده بپردازیم، مال هستم ازتون بپرسم که رابطه فوتبال، سیاست و به هر حال ناسیونالیسم که اینجا حتما بیشتر مورد بحثمون هست رو چطور میبینید؟ ببینید، فوتبال بازی هممون میدونیم بازی فوق‌العاده جذابیه، بازی پر به اصطلاح هیجانیه و فوتبال یکی از اون بازی‌هایی است که میلیون‌ها آدم رو در حین بازی بالاخره شاد میکنه، غمگین میکنه، متحد میکنه، خیلی تاثیرات بسزای فوتبال در زندگی آدم ها داره. خب هواداران فوتبال معمولا، حالا به دلایل زیادی اجتماعی، سیاسی، عموما به نظر من اجتماعی روانی، خب خودشونو با فوتبال، با تیم خودشون تداعی میکنن. اینو سیاستمداران، دولت ها، جنبش ها خوب میفهمن و سعی کردن از این به اصطلاح طرفداری میلیونی از فوتبال، از اینکه فوتبال میلیون ها انسان رو دور هم جمع میکنه، از این استفاده سیاسی کنن و تاریخا اینجوری بوده. از صد سال پیش به این ور این نقش داشت، نه فقط فوتبال، کلا ورزش. من چند تا فقط مثال میزنم
از جمله خب دوران فاشیسم میدونیم که یکی از مقاطع مهم تاریخ سیاسته. در دوران فاشیسم، فاشیسم هیتلری در سال 36 از المپیک به عنوان بازی المپیک در برلین به عنوان یکی از ابزارهای سیاسی استفاده فوق‌العاده زیادی کرد. یعنی چهره حزب نازی رو به عنوان یه حزب برتر، یه حزب سیاسی قدرتمند نشون داد. بعداً فاشیسم ایتالیا اصلا به خاطر اینکه فوتبال منشأ انگلیسی داشت، اون موقع خودش یه بازی دیگه در مقابل فوتبال اختراع کرد که بتونه به اصطلاح تجسم و تبلور ملیت و افتخار ملی خود ایتالیا باشه. بعداً فرانکو در اسپانیا از فوتبال به عنوان از رئال، باشگاه رئال به عنوان به اصطلاح تجسم ملیت اسپانیا سعی میکرد استفاده کنه. در مقابل کاتالونیاها، به اصطلاح کاتالانها، اونایی که طرفدار استقلال این منطقه هستن از اسپانیا، براشون یه باشگاه دیگه، باشگاه الان اسمش یادم نیست، باشگاه مخصوص خودشون که به عنوان به اصطلاح تجسم افتخار ملی اون منطقه و اون ملیت تلقی شد و باشون مبارزه میکردن. در دیکتاتوری نظامی آمریکای لاتین فوتبال نقش مهمی ایفا میکرد. مردم جوانا میریختن تو استادیوم ها واقعا شادی بکنن، واقعا یه لحظات خودشون رو از واقعیات زندگی دور بکنن، از تلخی زندگی دور بکنن. ولی دیکتاتوری نظامی آرژانتین اون موقع در این حال که دست دست تو خیابونا آدم میکشت، دست دست آدم ها رو ناپدید میکردن، در این حال جام المپیک اون مقطع رو به عنوان یکی از به اصطلاح ابزارهای سیاسی برای اینکه توجه جهان رو از جنایاتی که اون لحظه در اون مقطع در اونجا انجام میشه منحرف کنه. میخوام مثالای زیادی میشه زد که من الان فرصت نیست نمیخوام بزنم. میخوام بگم فوتبال تاریخا کلا ورزش تاریخا و فوتبال مشخصا به خاطر حضور میلیونی مردم توسط سیاستمداران مخصوصا جنبش‌های ناسیونالیستی سعی شده مورد استفاده سیاسی قرار بگیره. بله، زمان زیادی نداریم محسن ابراهیمی، مایل هستم که به حال شما توضیح کلی دادین در رابطه با ربط ناسیونالیسم و فوتبال و هیئت‌های حاکمه در کشورهای مختلف. مشخصا در اتفاقی که جمعه هفته قبل در تبریز افتاد، ناسیونالیسم ترک یا قوم پرستان ترک چطور استفاده میکنن از این مسئله و به هر حال به صورت کلی چطور از باشگاه تراکتورسازی و برد و باختش استفاده میکنن برای خودشون؟ یک لحظه و در چند جمله اول حساب طرفداران تراکتورسازی، به اصطلاح باشگاه تراکتورسازی، تیم فوتبال تراکتورسازی رو با سران فدراسیون رو نمیدونم رؤسای خود تیم تراکتورسازی، باشگاه تراکتور باید جدا کنیم. این جوان ها مثل همه جوان ها تو ایران هزاران مشکل دارن. این جوان ها میریزن تو باشگاه ها، همونجور که گفتم لحظاتی بالاخره خودشون رو از دنیای واقعی رنجاوری که بهشون تحمیل کرده حکومت اسلامی دور بکنن. روشنه که و فوتبالیستا، بالاخره فوتبالیستا تلاش میکنن مثل همه تیمشون برنده بشه. اینو باید از فدراسیون فوتبال عموما که یکی از مراکز مهم فساد مالی، تبانی مالی تو جامعه ایرانه جدا کنیم و مشخصا از رؤسای تیم تراکتور سازی و اونایی که پشت صحنه میچرخونن. خب تراکتور سازی الان به خاطر اینکه مردم آذربایجان ناراضین، مردم آذربایجان از حکومت دور هستن، مردم آذربایجان مثل همه جوونا و مردم سعی میکنن از هر امکانی استفاده کنن و اعتراض خودشونو اعلام کنن، ولی از طرف دیگه به موازات این ناسیونالیست های ترک از تراکتور سازی و از بازی های تراکتور سازی برد و باختش استفاده ناسیونالیستی میکنن، تلاش میکنن داخل استادیوم مخصوصا اون موقعی که یا برد داره یا باخت داره شعارهای ناسیونالیستی، شعارهای جدایی آذربایجان، شعارهای مثلا تحقیر فارس ها رو به جای شعارهایی که مردم معمولا میدن بذارن. مردم شعارهاشون معمولا این است که به اصطلاح در رابطه با درجه ارومیه، ارومیه داره تشنه است، از بین میره، دولت کاری نمیکنه. شعارهای اینجوری میدن اکثرا توی استادیوم تراکتور سازی، از این شعارها میدن، شعارهایی در رابطه با اینکه زبان مادری ما باید زبانی باشه که بتونیم ازش استفاده کنیم، بهش به اصطلاح تدریس بشه در آذربایجان و مسائل و مشکلات متعدد خودشون اونجا مطرح میکنن. ولی جریانات ناسیونالیستی دقیقاً به این خاطر که
توطئه‌های دولت، همین کاری که این دفعه در استادیوم کرد، کارهایی که ناسیونالیسم فارس عظمت طلب، ناسیونالیسم ایرانی بهتره بگم، عظمت طلب انجام میده، در مقابل این از روحیات اعتراضی مردم، از توده‌های میلیونی جوان‌ها استفاده می‌کنه و سعی می‌کنه ببخشید زمان خیلی کوتاهه و من یه سوالی دارم. میدونم بحث مفصل هست و به هر حال می‌دونم در فرصت دیگه‌ای در رابطه با این مسئله مفصل‌تر صحبت بکنیم. اما به عنوان سوال پایانی در حدود یک دقیقه و نیم، به نظر شما جوانان و اعتراضشون بعد از اتفاقاتی که افتاد و اعتراضاتی که خودشون کردن، چه در روز جمعه و چه بعدش موقعی که روحانی رفته بود اونجا، قدم بعدی چه میتونه باشه برای این جوانان؟ به نظر من مهمترین چیزی باید انجام بشه و الان هم شروع شده، تعداد زیادی رو دستگیر کردن چون درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای انتظامی بوده. به نظر من مهمترین خواست جوانا و مردمی که این توطئه، این کاری که این فسادی که فدراسیون فوتبال کلن علیهشون انجام داد، علیه تیمشون انجام داد، یا برای اینکه به اصطلاح روحیات اختلاف برانگیز رو شکل بده و این وسط تعداد زیاد رو دستگیر کرده، به نظر من خواست اصلی الان آزادی دستگیر شدگان باید باشه. تظاهرات زیادی شده بعد از این ماجرا، همین هفته رئیس جمهور رفته بود، روحانی رفته بود، تظاهرات شد، مردم کارت قرمز بهش نشون دادن. الان به نظر من باید به طرق مختلف با اعتراضات مختلف، به نظر من باید مردم خواهان دستگیری تک تک کسانی که نیروهای انتظامی در جریان اعتراض مردم و درگیریشون دستگیر کردن و الان زندانن. این به نظر من خواست اصلی فعلا در این مقطع باید باشه. خیلی متشکرم از شما محسن ابراهیمی برای حضورتون در برنامه. خواهش میکنم. بینندگان گرامی، بیننده ادامه برنامه‌های تلویزیون کانال جدید باشید. متشکرم.